سلام و وقت شما بخیر سرانجام پس از 18 روز مردم مصر حسنی مبارک را به زیر کشیدند با پیروزی انقلاب مصر آینده سیاسی این کشور چه خواهد شد برای تحلیل این مسئله از آقایان بشیر بیژن آگاه مسائل سیاسی جعفر رسولی آگاه امور بین الملل و صفت الله صافی نماینده مرکز رسانه های شرق میانه این مسئله را تحلیل میکنیم آقایان خوش آمدین به بحث ما آقای رسولی با شما آغاز میکنیم. در بیانیه تلویزیونی پنجشنبه شب آقای مبارک به سراحت فت که از مسندش کنارهگیری نخواه کرد اما چهشد که یک روز بعد پذیرفت که از این مصند کنار میرود عتش به قدرت و علاقه به ماندن بر رکه قدرت تا آخرین لحظات هم حسن مبارک را به ای امید بود که شاید روز بیشتر ماه بیشتر سال بیشتر بر قدرت بمانه اما در نهایت م فکر میکنم او مجبور شود و مردم و حامی های خارجی احتمالا اردوی مصر او را مجبور ساخت که قدرت را ترک کنه و انقلاب مصر را بپذیره حالا نکته اصلی سوال من همین است که فشار کی بیشتر بود؟ مردم مصر یا مردم از بیرون ایالات و دیگر نقش داشتند؟ در مصر یک انقلاب مردمی به او خوبای وست مردمی که خسته شده بودن از یک حاکم به مدت سی سال مردمی که خسته شده بودن از فساد مردمی که کار نداشتن جوانان تحصیل کرده مردمی که از سرسپردگی دولت و ملت بزرگ مصر که در تاریخ یکی از قطبها و محورهای جهان بود امروز و جایگاه خود را در عرص بیملل از دست داده بود به تنگ آمده بود سرانجام مردم همونطور که شما در مقدمه گفتید حسن مبارک را به زیر کشید بلی. آقای صافی آقای اوباما گفته با آغاز تغییرات در مصر روزهای دشواری در برابر مردم این کشور قرار داده و باید به سوالهای زیادی پاسخ داده شود منظور آقای اوباما از این سوالها چی ها است به نظر شما خب البته من پیش یک اشاره را باید بکنم به سوال قبلی شما که از آقای رسولی پرسان کردیم که چرا آقای مبارک روز پنجشنبه از قدرت کنار را نرفت په وجودی چې هر راپورهای بهمللی درمورد اون شپود چې پاید آقای مبارک امروز از قدرت کنار بره و فکر ما رفتن آقای مبارک به شکلی چې دې روز از قدرت رفت خپله سوال برانگیز است هم غرب او هم خوب فکر میکنم ایالات متحده امریکا او غرب و در په لويش اسرایلی یی امادگی را داشتند چې آقای مبارک به قدرت از قدرت کنار میروه او با یو شخصي قابل اعتماد غرب کې عبارت از آقای سلیمان بود رئیس استخبارات ولی شما میفهمین که مردم مصر چندان هم علاقه با آقای سلیمان هم ندارن فکر نکنم مردم مصر صحیح است که علاقه نداشت آقای سلیمان قربانی سیاست های و و و هرسی آقای مبارک بر اریکه قدرت در اواخر شد فکر می مردم مصر بسیار با وضاحت گفتند که ما مذاکره با آقای عمر سلیمان را رد نمیکنیم در صورتی که مبارک قدرت را ترک کنه حالا که امی... یک روز بعد رفت چرا آقای سلیمان نیامد بر حرکه قدرت ما گفتم سوال برانگیز است که آیا آقای مبارک خواست که با این کارش غرب را در یک, یک،, یک, یک, یک بنبست جدید در قبال سیاستی که در پیش مصر در حق بعض از, از احتجاجات گرفته بود در تو یک بنبست قرار بده و در رأسش ایالات متحده آمریکا باشه انقلاب مصر از چند لحاظ, مت لحاظ متفاوت است البته از لحاظ از که انقلاب مصر انقلاب اما انقلابایی که صورت گرفته باز در شرق فاانقلاب ایرانه میبینن و انقلابها در در اون انقلابها با وجود از نرهها مردبات ب عله نظام داخلی داده میشه ول هاما او نظامه بغذب مردم و باط نرهها مردبات به نها هم داده میشود ول انقلاب مصر متفاوت بوداهیاه او شما در انقلاب مصرن مردم مصر علیه امریکا و غرب و حتی صحبتی از معاهده سلحی که بسیار با فشاری دارند با اسرائیل که این باید شود ولی یکی از متحدان غرب را نشانه گرفته بودن آقای مبارک را ولی غرب را نشانه خب. و این یک پیام خوب بود به غرب که ما میتونیم ولی هدف اصلی آقای مبارک بوده پیش از که غرب طبعًا. باشه ده شک نیست شک... با وجود از که مردم مصر در سیاسته کې چې مثلو کې هغه رسولي پیښ ارز کړي چې در عرصي سیاسي بندېلي در ځایګې مصر در جهان اسلام او بل خصوص در جهان عرب اه 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 ای قابلیت قبول نه بود دغه به مردم مصر ول اوامل حقيقي او اني کې بائس شو د مردم مصر به انقلاب په 25 جنوري روبي اورند اوامل اقتصادي فساد ازدواج بین ثروت و قدرت تر مصر بود و ترس مردم مصر از یک حالت به با آینده ایشان بود و بالخصوص جوان ها وضعیت استرار و نظامی که ایلان شده بود در مصر هم نقش بسزایی داشت آقای طبعا وضعیت البته ما فکر می که وضعیت استراری که در مصر از سی سال بدین سو ادامه داشت عاملی بود ولی عامل تحریک کننده مردم نبود جوان ها فکر می که ترس از آینده داشتن و ناامیدی از حاضر و یا از حال در مصر بود شما اگر ببینید مردم مصر فقط در در, در, در در مدتی که آقای مبارک رئیس جمهوریشان بود پای می بردن به مازیشان و به افتخار داشتن در حاضر چیزی را آقای مبارک به مردم مصر نه در ارصای و حتی جایگاه خود از قیادت و رهبری جهان عرب از دست داده بود این همه این ای ای چیزهای حاشیه‌ای بود که مردم مصر از ما می‌گویند اگر با اون سوال‌های آقایو او با ما مطرح کرده اگر برسیم فر منم به نظر خد م مردم مصر در شرو سس ه رزها سخت دارد ول نه با نبا اباما شوبو اشاره ردشا بان ا اوبامار شندباش بان بود مثل ي رهبر انقلاب در مدان تحرير در شهر قائره باشه شما ار ا سوجه بان ازاو متوجه شد باشن نن بانبو بان هماس بود, بود رحققت امریکه فکر میکنم کلمه و سیاست خود په قاطعانه ساختره او حمایت قطعی خود از انقلاب مصر اعلان کرد چیزی کی بسیار مهم است در مصر انقلابای پیش صورت گرفته است انقلاب علیه ملکیت انقلاب ها کی اردو و یا افراد اردو در ان نقشه داشته او مردم حمایت از اون کرده ول انقلاب 25 جنوری در مصر انقلاب است کی مردم مصر چنين انقلاب کیادت کردند و اردو در اول از اول یک حالت تحفظی و یک حالت بیترفانه, بیترفانه را, را در پیش گرفتند و در آخر مجبور شد اردو که باید با مردم مصر حمایت کنند با اون کنن. پاسخ خود میکنم. من نرسیدم آقای صافی که آقای اوباما گفته با سوال های زیادی باید پاسخ گفته شوه منظور آقای اوباما از پاسخ به این سوالها چی است؟ چه سوالهای های وجود دارد در وضعیت سیاسی مصر؟ آقای اوباما شو وضعیت مصر درک میکد و اوردوی مصر ترک میکد کې در یک حالت بسیار حساس اس در مصر شب انقلاب وتابن 18 روز میشه بس سالهای کی در دل نه شو تهول صورت گرفتر مصر و وضعیت مصر کاملا دیگرگون شد نظام دیگرگون شد فقط یک مجلس نظامی ادارای کشور را بدست گرفت اوباما سوالهای کی در دلش اس او را نخواست که از مصریا شو تکرار بکنه و واضح و این را فکر میکنم بلی. سوال بسیار واضح است موضوع از اگر این سوال را از شما بپرسم منظور از, از سوال هایی که آقای اوباما مطرح کرده چی است که باید باجشان پاسخ پیدا شود مختصران یک بار دیگه باید بگویم که نفس این حادثه خیلی زیاد ارزشمند است نه تنها برای جامعه مصر برای همه مردمان جهان مخصوصا کشورهایی که تا هنوز در زیر استبداد مردمانشان رنج کشند این واقعا قابل ستایش است و اعتقاد بر ای است که با توجه به تجربه تاریخی در زندگی انسان ها حوادث در یک نقطه خلق میشه گایم منطقه شمول میشه و گایم جان شمول میشه ما امیدوار هستیم اثرات مثبتی وانمود شود در زندگی همه ای انسان هایی که رنج برند از بیادالتیه موضوع دیگه که خیلی زیاد نگران کننده است لاقل برای خودم منیس یک که کسی که ای پروسه را از آغازش تحقیب کردیم نبود برنامه است این حرکت به تمام معنای یک حرکت طبیعی خودجوش و واقعا ملی است اما بر چند هدف اینا بر محور چند هدف اینا تحکید داشتن از برنامه تا انوز لاقل من چیزی اطلاعی ندارم نگرانی ما داری ای است که مصر به مسابقه کشور پرقدرت در جهان اسلام و مخصوصا در خود خاور میانه و اون معادلات سیاسی که در موجودیت اسرائیل و اهداف استراتژیک کشورهای بزرگ مثل امریکا در منطقه این جنبش ملی را به بیراه سوق نتند و مخصوصا که ما شما تجربه گپا را در زندگی خود ما داریم افغانستانی که شاید تحولات گوناگون بوده در امی تاریخ معاصر آله برخی از تحولات نفسشان همه قدر بارزش بوده و همه قدر استقبال شده و همه قدر با خوشبینی ولی این چیزی که در مصر میگذره آقای بیژن نظیر شما در افغانستان نداریم لاقل در تاریخ معاصر خود ما مراد ما بود که این تحولات اگر شباهت های بگیم نداشته باشه شاید دقیق نباشه فرق میکنه اونجا از کانال اراده مردم خلق شده در اینجا به هر حالت اتفاقات پیش آمده که بیشتر جنبه های فکری یا سیاسی درو اما تحول صورت گرفته اما به منظور نبود برنامه مدعون و برنامه توجیه پذیر شما میبینین تحولات در تنها افغانستان برخی از کشورهای دیگه هم وجود داره که تحولات به وجود آمده در آغاز بسیار زیبا و بسیار انگیزنده اما بعدها بسیار زیاد زشت تمام شده یعنی من نگرانیم ای است که این جنبش مردمی این انقلاب یا این کامیابی مردم مصر خدای نخواسته منجر به او حادثات یا خاطرات تلخی نشه که ما از زندگی برخی از کشورها داریم من فکر میکنم آنچه که آقای اوباما هم شب در سخنرانیش گرچه با ابهامات برخورد میکرد خیلی زیاد ادا و انداز شفاف نبود تعیین زمانبندی برای واریانت بعدی حالی که عصم مبارک استفادات زمان باید مشخص ساخته شود برای موضوع بعدی که مردم مصر چی را میخواهند و چی گونه میخواهند این بسیار زیاد مشکل است اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا میکنه امیال نگران یعنی ها... این خواست ها مشخص نیست در میان کسانی که بر میدان یک برنامه مطرح نشده هنوز خیلی از مردمان مصر تنها تا فعلا شعار مرگ بر اسن مبارک میتن بعدش چی معلوم نیست هنوز شما میبینید که اختیارات به نظامی های مصر واگذار شده روابط نظامی های مصر با آمریکا معلوم است روابط آمریکا با اسرائیل در اونجا معلوم است اینا همه پاینت هایی است که نگرانی ها را بزن به وجود میاره به سپاسگزار آقای بیژن آقای رسولی با وجودی که آمریکا یکی از همپایمانان قویش را در منطقه از دست داد اما راضی به نظر میرسه آنچه از لحن آقای اوباما برمیآید آیا فکر میکنین آینده به نفع آمریکا شکل بگیره امریکایها در هر مقطهی از تاریخ و بهترین انتخاب و ممکنترین انتخاب را در کشورهای اسلامی کرده و داشته اولی که در سی سال عن یک مهره امریکا نظیر حسن مبارک در جهاناسلام شاید نداشت ای نزدیکترین و مطمئنترین بود اما امریکایها د اواخر به ای نتیجه رسیدند که ای مهرهها قبلی سوخته است و ای قابل حفظ و قابل دوام و قابل استفاده دیگر نیست بنابر این آمریکایی ها با مردم مصر همراهی کردن و این واضح بود حالا جاگزین نزد است جاگوزین به نظر میرسه که یک نظام دموکراتیک باشه که در نظام دموکراتیک همه مهره هاش می رفقا و دوستای آمریکا باشه اگر در یک نظام دیکتاتوری و استبدادی که جانشین حسن مبارک شود در او صورت شخص مطرح است که باید یک شخص باشه ولی فعلا به نظر میرسه که رژیم آینده مصر یک نظام دیموکراتیک باشه چرا که مؤسسین از او جوانانی هستند که میدیا و رسانه ها د او بسیار نقش داشته و ای مردم تصور نمیکنیم که یک نام نام یک رژیم نظامی یا یک دیکتاتوری مذهبی را مستقر بکنه پس جوانان آگاه جوانان بیکار جوانانی کی حسن مبارک را ساقت کردن زمینه های یک نظام دموکراتیک فراهم کرد در این نظامی آمریکایی ها با او کار خواهد کرد ما یک اجازه میخوایم که سوال قبلی که شما پرسان کردید که آمریکا میخواهد چی چیز روشن شود یعنی سوالاتی که مطرح می برای آمریکا پنج موضوع نهایت مهم است در ارتباط با مصر اول معاهده اسرائیل کمتیوید که حسنی قبلا انور سادات امضا کرده بود چه خواهد شد چرا که موجودیت اسرائیل با نوع روابط با مصر بسیار بستگی داره مصر در گذشته اگرش که موضعیت فعلیش تضیب شده رهبر جهان عرب بود به آینده به آسانی این موقعیت به دست آورده میتونه دوم نوع نظام سیاسی است آمریکایی ها از جریان انقلاب فعلی حمایت کردن اما نگرانی های هم ابراز کردن که اخوان المسلمین یا کدام جنبش افراطی دیگه رول و موقعیتی برتر پیدا نکنه سومین موضوع دیگه نوع روابطه ای مصر و آمریکاست که در گذشته آمریکایی ها سالانه حدود 3 میلیارد دلار فراهم میکرد و مصر هم از نزدیکترین متحدان بکد. یک مثال ما در زمانی که کارتر و انور سادات بود انور به کارتر میگه که با دوستی مصر با شما شما در خاورمیانه 99 فیصد کارت ها را در اختیار دارید تا این اندازه و مسئله دیگری که هست است که مصر یک کشور شبیه تونس نیست, نیست مصر یک کشور بسیار بسیار تاثیرگذار هم در جهان اسلام و به خصوص در جهان عرب است و این مسئله برای آمریکا مهم است که تحولی که در مصر رخ داد بر عربستان چه خواهد شد بر کوید و بر شیوخ خلیج فارس و بر اردن و جاهای دیگه چه تاثیر میگذاره این هم مسئله است آیا مهمتر و فوریتر آیا مصر از برنامه آمریکا در مبارزه با تروریسم به مثل قسمی که در گذشته حمایت میکرد حمایت خواهد کرد پس این پنج موضوع موضوع محوری است که دولت های آمریکا و مصر با هم ضرورت دارند که کار و آمریکا نگران است که در این مسائل چگونه پیش خواهد رفت بله آقای صافی حالا که قدرت به شورای نظامی و بر ریاست آقای حسین تنتوی وزیر دفاع رسیده شما فکر میکنین که این توانایی را این شورا داشته باشه که مردم را به هایشان برگردانه و به هایشان پاسخ بده؟ بدون شک اردوی مصر در جهان اسلام باش برش گفته باید شود که اردوی مصر یکی از اردوهای است که سر و راز قوت اردوی مصر حمایت مردم است شما اگر از روز اول که اردو به سرک و خیابان های قاهره پایین میشه مردم شعارهای میده که اردو و ملت یک دست است و چونین شعارهای مردم و همه مثقفین و فرهنگی ها و مردم تاثیرگذار در سیاست مصر از اول راه مصالحه و راه نزدیکی را با اردو اختیار کردند و در حقیقت آقای مبارک را از این ناحیه هم شکست داد در اواخر اگر شما پیش از استفای مبارک ببینین در خود داخل مؤسسه ریاست جمهوری و در خود هر ریا... بوده پیش از این در شانه های آقای مبارک حساب می میشد این بار ولی حالا قدرت رسیده و خودش شورای نظامی یک امتحان فکر نیست سوالتان بسیار دقیق بود اردوی مصر قوت این را داره که مردم به خانه هایشان برگردانه نه به مردم خودش از فرامین اردوی مصر اطاعت میکنه شما اگر اردوی مصر شودی باشین در سیومین فرمان نظامی خود بیان داشت که ما هیچ وقت به دلیل قانونیت نظامی که مردم او را میخواین نمیتونیم شده پاس ما یو کړه را هموار мекунем با یک نظام دموکراتیک و امروز روشن میشوه کی اردوی مصر در فرامین بعدی چی اجراءات را خط در پیچ گرفت کی ارزوهای مردم مصر در آن برآورده شود ما به این مطمئن هستم کی اردوی مصر و مردمش امروز در یک خندق باید. علیه مرحله بعدی با هم تعاون و همکاری خط کردن و از امتحان خواد به موفق در خواهد آقای بیژن آیا این آزمون که در برابر اردو فعلا قرار داره اردو خواهد توانست پاسخ به تبع خواست های شهروندان مصری اول مهمی است به نظر من که ما بدانیم این انقلاب مصر چی نو تعریف داره با تفاسیر غلطی که برخی از کشورها در خصوص جنبش مصر ارائه داشتن بالاخره خود مردم مصر خیلی شفاف و روشن موقف خودشانه معرفی کردن به ای که این حرکت حرکت اسلامی نه بلکه این حرکت حرکت ملی است چون در حرکت به وجود آمده در مصر انسان ها یا شهروندان مصری که مربوط به ادیان دیگه بودن همونو اشتراک داشتن در اینجا یک چیزی که بیشتر مطرح بحث است به نظرم یک موضوع است که برخی از اعضاب تریبیون دارن ام جنبش به صورت کل تریبیون نداره از این جنبش برخی از اعصاب مثل اخوان المسلمین و برخی ولی از تاثیرگذار وجود داره در اینجا در ببقید. میان مردم اگر نیروها به او اندازه تاثیرگذار می حدی حداقل از آغاز تا انجام این کار متواصل می شد به یک استراتژی به یک برنامه به یک ب... به یک تصمیمی که بالاخره مردم مصر بسیار زیاد سرگردانی نمی کشیدن. شما شاید باشین که پس از امروز که آل این پیروزی را بدست آوردن اینا برای فردای خودشان خواهی نخواهی نگرانی هایی را می داشته باشند ما باز تاکید می کنم نظامیان مصر بدون شک در خود مصر و در منطقه از قوت بسیار خاص و ویژه برخوردارند اما بیشترین مصارف اینا را در طی چند دهه دولت امریکا می پردازه. رابطه که نظامیان مصر با دولت امریکا داره با تکرار می کنم و رابطه که آمریکا با اسرائیل در منطقه داره و معدلاتی که فعلا در خاور میانه مطره بس است اینا مجموعا عواملی اند که ما تانیم بر مبنای بسیار خوشبینانه نسبت به فرداهایی که پیش روی مردم مصر قرار داره حرف بزنیم همه افکار و بررسی های ما تنها متمرکز به برداشتن حسن مبارک نمیشه ما فقط فردای مصر اگر خالی از یعنی عاری از تشویش و نگرانی میبینیم چون تجربه داریم در کشورهای متعدد جهان تجربه داریم ما تنها تجربه در زندگی خود ما را برملا ساختم اما این تجارب وجود داره که حرکت های بسیار پاک، حرکت های بسیار ملی گایان به طرف های غلط سوق داده شدن. این نگرانی هنوز وجود داره در نزد روشن مصر. این نگرانی وجود داره تحلیلگرانشان و برخی از سیاسیونشان خیلی شتاب دارن، خیلی عجله دارن که واریانت های بعدی یعنی رفت بعدی ولی های بعدی های ل... که شما یاد میکنین اینا را کی تعیین میکنن مردم یا که فیلن هم در قدرت هستند فقط مردم باید این ابتکار را داشته باشند این خلاقیت کسب بکنند مردم مصر که برای خودشان برنامه جور بکنند در قدم نخواست زمان رفتن به انتخابات هرچی هر چی عاجل اینا تعیین بکنند برای ای که اگر این زمان معلوم نمی باشد در بلا تکلیفی به سر می برند شما باید داشته باشین که حالت ها ممکن است تغییر بخوره از آن چیزی که فعلا در اختیار مردم مصر قرار داره. و سازمان ملل اتحادی اروپا اما طوری که تبریکی پیام روان کردن به امی شکل از این فرصت برای آوردن یک صلح و ثبات و یک نظام واقعا مردم سالار در مصر اونها هم جایی خودشانه و مکلیفیت های خودشانه بنابر تعهداتی که دارن در امی فرصت باید انجام بتن تنها اکتفا بر پیام دادن نه اونا باید برنامه و دیدگاهشانه در خصوص مصر و در خصوص منطقه اونا باید ارائه بکنن پرگرامشانه تا در برخی از قسمتها مردم مصر از اونا استفاده بکنن و از حالت احیانا سردرگومی اگر قرار داشته باشن خودشان بیرون بکنن و ایلاز این نگرانی ها تا اون فرصتی که مردم مصر صاحب یک نظام واقعا ملی میشن آنچی که آرزویشان است وجود می داشته سپاسگزار استاد قاسم حلیمی مشاور ارشد وزارت معارف که تازه از کشور مصر برگشته هم با ما پیوستند خوش آمدین آقای علیمی با شما آغاز میکنیم آینده سیاسی مصر پس از مبارک چگونه خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم به خانقوارم چنا وقت را غلم زه فکر کوم دی انقلابونو یا د پاڅونونو هدف نده هدف داده ده څنګه کولای شي د میسر آینده جوړ شي چې خدای نه خواسته دا څنګه شي چې دنګ د سیمه تل څه سم씽 از بهتر د نڅنګ موجوده حالتوم لراتون کې حالت نه شي په دې معنی ایا شما پیشبین کوم یک هستین څه قانوني مشكلات ستدلته قانوني مشكلات دغه دي چې د ملت غختنې تنا دانه ودي ملت غختنې ونه و چې هغه خغله مبارک لیدنه نه کوي بلکې از اصلي ترين نقطه همین جاست چې مردا مې خوستانه چې مبارک نه وشه در خپل مهمه نقطه په قانون کې دا چې د مبارک لري کېدل د ملت هغ نور غختنې نش لا سترولای هر وخت نه چې ملت د تعدیل د قانون د یا اساسي قانون د د توری یا د ایمرجنسي حالت لري کېدل دي یا د پارلمان د ولشي جرګه د ولایتي شوراګان لري کول دي مخکې دل دي دا هغه څه دي چې جمهوریت قانون صلاحيات ورکړي بغير د جمهورن بلچوک دا کار نه شي کولای آقای اسافي کی متونه بعدس مبارک یو نشي نیښی یی اوخته بیگیره خب ما یو موضوع اضافه میکنم با اضافه استاد علیمی بفرمایید او و گفتن ک مشکلات دستوري وجود داره تبنې مشکلات خود آقای مبارک و تیمش بران استدلال کرد چې اگر رئیس جمهور بر کینار میروه مسیر بعدی مسیر چی خاط شد اما در همه انقلاب‌های جهان دونه مشروعیت دو وجود داره وقته کې انقلاب صورت میگیره یک مشروعیت دستوري یک کشوراس و یک مشروعیت انقلابی است وقتی ک انقلاب صورت میگیره مشروعيت دستوری از بین میره و ای است ک همه صلاحيتها به مجلس نظامي انتقال میشه و به اساس مشروعيت انقلابي همه فیصلهها صورت میگیره البته در مصر یک مرجه نظامی انقلابه برپا نکرده که انها به نام یک مجلس انقلابي نامیده شوه ول غر مستقم آنمو مجلس است که مشروعیت از مردم گرفت و از انقلاب مردم گرفت و با اساس ازو امروز فرامین چیز میشه پس ما فکر میکنم اولین مانین تیم مبارک و خود آقای مبارک بود با خواسته های این مردم و مردم مصر مردم بسیار هوشیار و, و ایره میفهمیدن که هیچ در آقای در موجودیت آقای مبارک با وجود زمانت هایی که آقای مبارک برایشان داد اصلاحاتی که آنها میخواین به وجود نمیاد در مورید اخوان المسلمین ما یک نکته اشاره میکنیم یک دو موضوعه چ راهی اخوان المسلمین نمیخوایه که امروز پلیئر یا بازیکن درجاول در صحه سیاسی مصر باشه دو سبب استج اولش ایست اخوان المسلمین در 15 سال اخیر همه ساختارهای ساختارهای ملی کی آنها داشتن از دست دادن به به سببی فشار های نظام آقای مبارک تمام اتحاده های داکترها این جنرها دکترهای اتحاده های معسیلین اخوان المسلمین کاملا یک حرکت بسیار عصیب دید پانزده سال ولی به سبب این بوده که غیر قانونی اعلام شده بود از و... آقای مبارکی هست پس و وا... که ما امروز اکثریت نمیتونیم بدست به دست بیاریم و اوشیاریشان در ایست که در درجه دو ولی یکی از پرنفوسترین و پرقدرتترین پر احزاب اخوان المسلمین است که... نه اینجا مبالغه صورت میگیره معمول آقای مبارک ایتو نشان داده بود به غرب که اخوان المسلمین در داخل دولت مصر یک دولت دیگری است کدام حزب دیگر در برابر اخوان المسلمین هست با اندازه اخوان المسلمین نفوذ کدام حزب دیگر انقلاب دیگر هست. انقلاب مردم مصر است انقلاب احزاب نیست در مصر سهم بیشتر کدام حزب داره ما بیاین یک تو انتقالی یک دولت یک دولت انقاذ وطنی به نام وطنی ولی زمانی که انتخابات برگزار شوند اینجا نیاز است که احزاب روی صحنه بیایند و حزبی که از نفوذ و قدرت بیشتر برخوردار باشد شرط نیست که احزاب باید تا تا چیز کاندید با با شرط این نیست که یک, یک شخصی باشه که با مردم مصر که سنی و و،, و, و انقلاب برپا کردن مورد قبول مردم باشه نه مورد قبول احزاب فکر میکنم شما یک یک سوی تعبیر از حالتی که در مصر جریان در افغانستان صورت میگیره احزاب بس. وارد مذاکره با آقای مبارک شد بلد. و این احزاب, 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 احزاب بود که بود و احزاب بود که نزدیک بود انقلاب مصر به ناکامی بکشن باطنها <applause> زی... سان بودند ه در میدان تحریر شما... تاهنوز استاده ستنافرانبباز است. حزب در مدان تحریر حضور دارنسهاه آقای سلیمان با اهذاب اوزیسیون مصر به غرب نشان داد شما اگر شما این اگر این احزاب نقش نداشتن چرا آقای سلیمان به مذاکره گفت ای لهجه ایالات متحده آمریکا به مبارک تغییر آورد آقای صافی اگر این اح... گفت که آقای مبارک بله. باید دچوکی بمانه آقای صافی سوال اینجاست که اگر اینها نقش نداشتن چرا آقای سلیمان بیای با اینها مذاکره بکنه که آقای سلیمان میخواست که انقلاب مردم مصر شکست بده یک ارتباک یک حالت تشکیک با این کاملا سببش خارجی بود آقای سلیمان با خارجی ها ایر نشان میداد کی ما هوار و ډیالوګونه دربین خود به پیش گرفتیم پص لهجه تونه تغیر بتین و نومو بود کې تاثیر گزار بود نمندای خاصی وسنری ام، امریکا ده به مبارک و با وازه وضاحت گفت کې آغای مبارک باید د چوکي بمونه و در زیر شرافت آغای مبارک باید اصلاح صورت بگیره ولی مردوم بود ما بازم میگم مردوم بود و جوان ها بود کې اراده خود را به احزاب سیاسی مصر ولی که تو اگر بفرمایین کې آینده ببب را کی به دست خواهد گرفت من فکر میکنم مردمی مصر آقای عمر موسا و ولی برگزار شوند نیاز است احزاب روی صحنه بیاین مردم مصر در چه جامعه شما در چه شهری دو موضوع در مصر شما یک دفعه یعنی مشهد حزبی مصر مطالعه کنین حزب وطنی پرقدرت ترین حزب مصر است که از بین رفت کاملا در حالت دوباره برمی گردیم یک میان برنامه کوتاه آمادی نشر است آقای صافی آه. پس از یک آه. میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم همچنان با ما باشید باز هم خوش آمدید آقای صفی عرف های شما نیمه تمام ماند منت... اه... که قدرت به کی خواهد رسید ما... پس از مبارک کردم پیش برتان که شما اگر تاریخ حزبی مصر مطالعه کنین بدون شک خوان المسلمین یک حرکت و یک حزب پرنفوذ بود ولی ما اشارات داشتم به موقعیتی که آس... به موقعیتی خوان المسلمین که آسیب رسید در در 15 سال اخیر از طرف نظام آقای مبارک احزاب دغه مصر کاپوزوسین په نوم احزاب مشروع اخوان المسلمین یو حزب نامه مشروع بود الوف الغد الوفد وتجمع والشعباء وناصرى فکر می کنم 16 اپریل او حزب رسمی نبود و ثبت شده نبود البته یک حرکت خود جوشی چیز بود مجنبش مجنبش ولی هم جنبش فیسبوکی است که امروز بیشتر نقش داشت در میدان تحریر مشرویت نداشت یعنی مشروعیت حزبی نداشت خب حالا میشه راجستر بکنن با فضایی که با وجود وجود اومد مسلمین مشروعیت حزبی نداشت در مصر ولی غیر قانونی بود رسمی نبود ولی و در بین مردم بود در حقیقت بیشترین احزاب خود ساختای نظام آقای مبارک بود و با چنین شرایط این احزاب ساخته بود که اگر نظام با چنینی مشکلات مواجه شه با وارد شدن با مذاکرات با چنین احزاب یک دیوایی حکومتی وطنی یا به اصطلاح غرب و یا یک نظام دموکراتیک از شکلیاتش تمثیل بته و مردم افریب بته و نه تاس کې در برابری اراده مردم چنینی چا ما مرحله ینده را بر شما گفتم که خوان المسلمین یەک حزب اپوزیشن بود ولی به سبب اون کې آسیب دیده خود میخیای کی در قریب المدت ترمیم کنه از لحاظ یزبی و شاید به مراحل بعدی آمدگی بگیره اما نمیشه که در قریل بول مدت گفت که اخوان المسلمین به چیز میرسه و دو موضوعی سبب که اخوان, اخوان المسلمین م... کی اگر اخوان المسلمین نیست پس کدام حزب فکر می به نظر خود ما کاندید غرب آقای سلیمان بود که قربانی سیاست ها و بسیار نزدیکی با آقای مبارک شد و او فکر می از صحنه رفت امروز دو گزینه که در پیش شان مانده آقای محمد البرادعی است و یا امر موساس شخصیت‌های شخصیت های موزون است و شخصیت های مستقل است که شاید احزاب قوی در پشت شما پیش میشه. گفتم که نقش مردم نقش یک فرد مصری امروز متعین کننده است نه نقش احزاب حزب قوی حاکم از بین رفت احزاب دیگر یک فیصد چیز نداره در بین مردم و اگر می داشت آقای مبارک به قدر استبداد سی سال حکمت نمی‌کرد سرشان فکر میکنم امروز تعین کننده یک رای یک فرد مصری است که فکر میکنم یک شخصیت مستقل و موزون و آنکه به خواسته های مشروعش و دموکراتیکش جوابگو باشه اون است آقای بیژن شما پیشتر از بی شهروندان مصری که در میدان تحریر هستند یاد کردین فکر میکنین که این فرصتی باشه برای احزاب دوباره برگردن بر سر قدرت نه ممکن است اما اینجا یک مکس بسیار کوتاه زمانی که رهبران ایران با که مربوط به خودشان است ادعا کردن که در مصر انقلاب اسلامی در حال شکلگیری ها. و پیروزی اخوان است از سوی اخوان المسلمین برای بار اول رد شد چرا؟ گفت که اینجا انقلاب چرا اخوان اسلامی اخوان نیست در حالی که خودش یکی است بنیان یعنی که عذاب مصر به شمول اخوان المسلمین با اینکه یک حزب است که قدامت تاریخی داره مبارزاتی را در مراحل مختلف انجام داده اما هیچ گونه شباهتی با عذابی که ما در اینجا داریم نداره اونا یک مقدار وجاهت و یک مقدار اراده برای آرمان و اهدافشان دارن اینجاست قرمانای ما که سر چوکی سر یک چوکی یک نفره پانزه نفر میشینه در دیگر کشورها و جمله در مصر اونا خبرترین شخصیت های اونا در چارچوب احزاب فعالیت میکنه من کاملا تایید میکنم که اخوان المسلمین به هیچ دلیل وارد مبارزات انتخاباتی و منظور گرفتن قدرت نخواهد شد یا اما طوری که دوستا گفتن یا است که جایگاه خودش خواهد ایستاد در نه در اعتلاف در, در نظامی که با وجود میه که خدا کنه با وجود بیه یک نظام دموکراتیک از از های دموکراتیک ما یقین کامل دارم که اینا نماینده های خودم میفرستند در اونجا تنها اخوان المسلمین نه برخی از احزاب دیگه هم در اونجا این تدابیر دارن که در دولت آینده مصر ایسا داشته باشند اما تا هنوز نیتی که برای گرفتن دولت ظاهر شده باشه چون این چیزی وجود نداره پیشتر هم عرض کردم اونا اما آگاهی خودشانه اونا و تههد خودشانه نسبت به گرفتن کرسی خیلی محترم و مقدم میشه مارن در حقیقت اونام تن میتن به آنچه که مردمشان آرزو میکنن یک نکته دیگر هم که پیشتر از سوال پیشتر ماند ببینین حوادث در یک نقطه خلق میشه نفوز میکنه امیال در ایران در این دو سه شب اخیر گزارش هایی را که من تعقیب میکنم تقریبا دولت مردای ایران هم حال دچار نگرانی و تشویش شدن و حالت مصر دولت یا زمامدار فیلی ایران تهدید میکنه و ممکن است امی به حرکت های استبدادی که در ایران از سوی دولت آغاز شده ای هم منجر شود به چنین عادثه که در مصر رخ داد خیلی شباهت های مصر با سرنوشت خود ما است افغانستان ببینین علت و انگیزی که جنبش ایجاد کرد در مصر فقر بود بیکاری بود استبداد بود بیادالتی بود همه اینها در کشور ما زیاد است اما طوری که مصر چار ست نفر در انحصار خود گرفته بود اما طور دولت افغانستان به توسط چار ست نفر ما را در این خود های زیادی میان این دو وجود دارن من امیدوار هستم که از تمرکز مصبتش مزبت نه فکر میکنم که رابطه داشته باشه برای که چه هست اون رابطه های نزدیک میان این دو کشور انسان ها همیشه کاپی میکنن شما می‌بینید که در در ترتیب و تنظیم زندگی در پیش برد مبارزات در همه ای عرکت ها این سرایت میکنه خواسته باشه نخواسته باشه یعنی مم. اینطوری یک حرکت مدنی در قرن 21، یک حرکت واقعا ملی و دموکراتیک خوب است که اگر در کشور ما هم با وجود بیا برای که در این وضعیت به گونه ای که مسیری ها رنج می بردن ما بیشتر از اونا رنج می بریم در کشورهای منطقه مثل ایران مثل برخی از کشورهای خاورمیانه اینها ما یقین کامل دارم که گسترش پیدا میکنه و اونا الگو مصر الگو میشه و این حرکت ممکن است برخی از جغرافی خارج از منطقه را دربر در بر بگیره این از این زوایا ما باید ارزشمندی این جنبش مد نظر بگیریم کماکان این که نگرانی هایی را که تا حال مطرح کردیم برای فردای مصر بر سر جایش است بله نکته دیگر آقای حلیمی در مورد رابطه <تصفح> کشور مصر با اسرائیل و آمریکا است این دو چگونه خواهد شد در روزهای آتی اجازه بدین که دو نکته قبلا اشاره کنیم که ما چون شاهد صحنه بودم اونجا بودم که مظاهرات چه رقم شروع شد مختصر میگم که مظاهرات تا روز شنبه حتی بعض مردمی که مین دولتی بود یا غیر دولتی سر مردم متظاهرین حمله اورد یا حجوم اورد تا روز شنبه هم به هیچ نوع رهبری نداشت و بعد از روز شنبه تا ایمشب هم رهبری نداشت بناءا نظر به احاب موجودیت اذاب کسی انکار کرد نمیتانه اما تاثیر احذاب در تغییر نظام هیچ نوه ثبوتی ندارهبه این ااب ثبوت م اثبات می داشت یا وجود حضوری می داشت بنا ا از طریق مذاکرات به آقای عمر سلیمان باید به نتیجه میرسید و نزدیک بود که برسه و حتی رسیده بود ولی تا آخرین لحظه جوانا میدان م... تحریر میگفت که ما تنظیم نداریم ما رهبر نداریم خواستهای ما یست اگر خواستهای ما آورده شو ما میریم در غیر از او ما هستیم نقطه دوم کجاست اشارات عجیب و غریبی بر مردم تحریر داده شد امریکا هم اشاره میداد اسرائیل هم اشاره میداد ایران هم اشاره میداد در مقابل ایران چی اخوان مسلمین چی جامعه ازهر چی شیخ الازهر شریف که بسیار موقف جدی گرفت به این مانه بود که اسلامی که در ایران است ظلم و استبدادی که در ایران است ما نمیخوایم در مصر هم حاکم شود چې را از یو ظلم استبداد برام په ظلم استبداد دیګه عموما قریه را فكر نه میکنه تفاوتای شیعه او سنی بوده میان اخوان المسلمین یعشوا مع الظلم ولا يعيشوا مع الكفر ولا يعيشوا مع الظلم یعنی yani بر یک مصری شاید ی بسیار آسان باشه کی در یک نظام کفر زندگی بکونه اما در یک اسلامي نظامی مستبد مثل ایران زندگی بکونه فكر میکنه ماقول نیست نقطه اخری کی شما پرسان کردین در مورد اسرائیل اولين معلومات یا اولین وینا اوباما یا سخنگو اوباما ک حسن مبارک رفته نیس و حسن مبارک بد کنار بروه حسن مبارک باید بروه به با ای معنا ک به همو نتائج ک میخواست به دگه احذاب به نتیجه برسه ک با اسرائیل نا یا کې ژوندۍ سالم امیز داشته باشه در هر وخت می خوښه کی برو وخت کې مبارک بریش گفت کې اخوان مسلمین میایا و انا اولین هجوم سر اسرائیل است بر امریکا مصر یان اسرائیل با مان ار مصر نظام با امركا جور اسرائل زند من ب هم خاطر بد وت فمد س مبار وجد نت اوباما خ لجه خ تغير ر الاحات اور بد مبار شن ول مبار رفت امروز اسرائيل اروا وامركا تمام مخوا امدوار ت مو مز... زمي پروتوکولي م... م... مصالحه هاي با اسرائيل ځر نه په اسرائيل ژوندۍ خ... وکنه ما نظر کې مې داروم من تا امروز هم من هستم و یقین دارم با چشم خود دیدم که تنظیم رول نداشت اما از امروز روز به بعد تنظیم رول داره به این معنی که جوان تا آخرین لحظه هم شخصی را تعیین نکد که به حکمت مذاکره کنه پس به حکمت هم و یا جهت ضرورت داره که از امی جوان که خوب تنظیم قبول نمیکنه شما جوان ها به شخص خود متفق میشن تا آخرین لحظه هم متفق نشدن ولی از روز بعد اینا مجبور که یا تنظیم جدید د اب بناا مه چیز که در مورد اخوانالمسلمین میگم بر ونها یک فایده واضح سر از دیرو شد کи موجودت خوده مشروع ساخت تا иمروز تنظیم غیر مشروع بود امروز مشروع شد ول به خاطر ک انها هم احداث تشدد احداث متشددين در جهان تایید میکردند مردم از اونا میترسه بنا ان بطایید آقای ویژن یونا مجبور استن انقلاب وکنه یک تنظیمی و سی فکر روشن فکر طایید وکنه پشت ازو استاد شوه و یا مختصربگویم که شاید اجندای مسلمانای ترکیا برابنده بندازه کی سټپ به سټپ ایستاسته به پیش بره اما یکی خوان مسلمانین به کرسی قدرت برسینه در راس د ریاست جمهوری مثال بیا ما فکر نمی‌کنم مصر یک کشور بسیار متفکر اوپن مایندد بسیار روشن فکر مردمای داره که اصلا دیگه جهان از اونا نظام یاد می‌گیره. ای که تا امروز احزاب بود و مردم فهمید که در سی سال احزاب هیچ چیز تغییر دادن نتوانست ولی به سبب وضعیتی بوده که در کشور مصر نه جاری بود فکر می‌کنم که شروي احداث از خالد سعيد بود یې فراموش نکونید خالد سعيد جوانی بود ک در اسکندریه از دستي ضربات از دستي شکنجه پولیس کو شهید شو او ازوجه خیس تر فیسبوک شروع شو مردم بل ازن اوس از از کشور تونس منشا گرفته اي به شک نیست ک کشور تونس هم رو، تاثیرات روحی داشت اما ای ک مردم به زاو و تمام مشکلات به جان خود قبول کنه ای را از مردم ک ما پرسان میکردیم کی کی است کی نظام آینده ایتان بسازه از مردم سرک پرسان میکردیم پاسخشان کی چی بود پاسخ که کی جوانا نه احزاب بین به خاطر کی در جوانا احزاب... این جوانا به شکل بی برنامگی و پراگنده نمیتونن به قدرت برسن نیاز هست که می... یک جنبش و یک راه عویش. انتخاب بکنن منظور ما که تا دیروز تا دی شب که آقای مبارک استعفای خود اعلان میکرد جوانا رهبریت و تنظیمی نداشت سر از امروز یا باید تنظیم جدیدی به نام جوانا ایجاد شوه و یا در شما احزاب بین کدام هستین کدام یک این توانایی را داره که ارزندان در احزاب بکنه در وضعیت موجود نه وفت که منو درست بسیار آدم قوی نه اخوان مسلمین نه قد نه محمد بلا باید تنظیم جدید از جوانا ایجاد شود و جوانا به ایم... پیش ببره و به نتیجه برسد بعدا از نگاه قانون چه مشکلات به وجود میاد یا حالات دیگر است آقای رسولی نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ابراز نگرانی کرده که مبادا پس از انقلاب مصر دوباره به یک کشور استبداد سرایت بکنه آنچه آقای سارکوزی نمونه کشور ایران را میاره شما فکر میکنین این چیز در حال شکل گرفتن است در مصر خب لازم است که یک مقایسه بین ایران و مصر شوه تا فهمیده شوه که امکان داره که در مصر اتفاق بیفته که در ایران افتاد یا نه واقعیت است که سی و دو سال پیش در ایران هم تقریبا همه جنبش های چپ و راست و لیبرال و از نظر زمانی در حین روز و, و همه بهمن بله همه برای سرنگون کردن شاه اونها تلاش میکردن همه میدانستن دشمنشون کیست شاه و خواستشان او تو معلوم نبود چیزی که در مصر است اما فرق اساسی در ایست جنبش هایی که در ایران در او زمان بود در مقایسه با روحانیتی ایران روحانیت شیعه بسیار بسیار خرد و ناتوان بود روحانیت یک رهبری داشت به نام آیت الله خمینی که حزب توده و ازبای لیبرال خرد دیگه همسری و برابری با او نمیکرد بنابراین وقتی که انقلاب در ایران پیروش شد قدرت را روحانیون تصاهب کرد و دیگرانرا کمکم تصفیه کرد و از عرسه اخراج کرد اما چنین چیزی چنین شباهتی در مصر وجود نداره عنی ساخت اجتماعی و سیاسی و فکری مصر تفاوت بسیار بنیادی داره با ایران و امکان از ی که یک رژیم استبدادی مذهبی در مصر مثلت و به حکومت برسه به نظر ما منتفی است اگرچه ک نگرانی سارکوزی او داشت ما هم با حلیمی صاحب به صورت موافق استم این واقعیت حتما تطبیق خواهد شد که انقلاب مصر به قانون اساسی جدید ساختاری نو ضرورت داره ده دا این ساختار نو جوانان و کسای را انتخاب خواهند کرد که تا هنوز نه در صفحه تلویزیون ممکنه حاضر شده باشه و نه چهرهی مطرح بین ملی بوده باشه چرا چهرههای مطر م مثل چهرههای مطرح کشور خودما آرزوهای جوان و نسل امروزه برآورده کرده نتوانسته و ای پیوندو همراهی جوانها و مردم با چهرهها شناختهشده ابدی نمیتانه باشه یک نفر چون شهرت پیدا کرد و رهبر بود یک زمانی همیشه همو باید باشه مردم تحول میخواهم ما فکر میکنم مردم و جوانای مصر که یک قشر تحصیل کرده و کلان هم است آره اینها به نیازهای خود میاندیشه احزاب به قدر کافی آنچه آقای صفت الله صافی گفتن توانایی ندارن برای گرفتن قدرت من با یام موافق هستم این است مردم هم بی برنامه هستند بی برنامه نیستند آیا آق... نه نی بر... ببین چه از برنامه, برنامه, برنامه مردم برنامه از رهبر مردم در میدان تحریر از خواست ها می بله و رهبر مردم, رحبر مردم از میان مردم ظاهر می ما در رابطه داریم که چند ماه دیگه صبر کنیم چند, چند ماه شما, دیگه شما فکر دیگه نمی کنید این حرف آقای سارکوزی شکل بگیره نه، نه. که یک استبداد ما اینجا شکل بگیره جواب شما رو دادم تکرار ایتالیا کلام میشه مساله که مردم فساد نمیخواهد این برنامه نیست یعنی برنامه است مردم کار و رشد می خواه. مردم توسعه می مردم علم آبادانی می خواهد یه ولی, ولی رژیم کنونی رژیم کنونی مثل عملی رژیم قبلی سوال اینجاست که اینا کی باید عملی بسازن عمی کسایی که در میان مردم بود مثلا کی یک چیری که جوانهایی که بلند شده. ما کسایی که میشناسیم خود خب چهره های بسیار مشهور استن امر موسی را همه دنیا میشناسن ولی من فکر میکنم در انتخابات های بعدی که در مصر اتفاق بیفته بسیار چهره های گمنام را مردم به شهرت برسانه حالا خب. تاثیرات انقلاب مصر بر کشورهای همسایه که چند کشور دیگر هم در چنین وضعی قرار دارن چی است آقای صافی پس لرزه های این انقلاب در کشورهای دیگر چه خواهد بود در منطقه خاورمیانه و خب سوالشون شما میم یک موضوع که ما میخوایم تصحیح کنم است که شما میگوین که احزاب قدرت نداره و مردم برنامه ندارن من ما ما گفتیم. گفتیم. گفتیم که احزاب قدرت نداره ولی مردم برنامه دارن به ایمانا شما نمیتونید چی برنامه های مردم بفرد. یک ائتلاف انقلابی 25 جنوری تشکیل شده در میدان تحریر و همین ائتلاف است ائتلاف رهبر این انقلاب جوان است که اینمی ولی برنامگی هست آقای صفت الله صافی نیست. شما هست رهبر شما اگر شو متوجه شده باشید رهبرشان کی هست آقای صافی؟ ما برطان میگم وایل غنیم است یک جوانی است که اولین چیز اونمو در فیسبوک اینمی کنترکت فیسبوک و نمو سوشل میدیا را او با فعالیت چیز کرد و دوازار روز بندی بود و در پالویش به نام اطلاف انقلاب 25 جنوری جوان ها ما فکر میکنم که یک حزب جدید به نام ائتلاف 25 جنوری شاید به میان میاد که بیشترینش چهره های جوان باشه و در در سیاست آینده مصر تعیین کننده باشه ما نمیتونیم شما شو بعد از رفتن آقای مبارک بسیار به شکل تلقایی مردم انقلابیون توسط فواد به نام یک شخص بود به نام فواد که یک شخص بسیار مطرح بود در سیاست مصر ولی تا هیچ کدام مشخص بلند او اونها اهداف انقلاب بیان کردن به نام ولی رهبر انقلاب نیستن رهبر انقلاب نیستن رهبر انقلاب جوان است ائتلاف است و این ائتلاف این نمی شما. شما فکر نمی کنید بی برنامگی شما, شما اینو میخواین که نشان بدین که انقلاب مصر بدون ادرس است سوال شما اینه نیست حالا این ولی... سوال هست آه مجلس قوت های مسلح شو با نمو ائتلاف دعوت داد که بیاین خواسته پیش ازی که فرمان نمبر 4 می نظامی یعنی شما فکر میکنید یک آدرس مشخص وجود, وجود داره. داره وجود داره وجود داره آدرس مشخص در میدان تحریر ائتلاف جوانهای انقلابی انقلاب 25 و جنوری و توانایی را دارن که با قدرت بر بسیار واضح خواسته هایشان یک نظام دموکراتیک مدنی در مصر آه در تفصیل اینال سرش شاید با یک توافق صورت بگیره به یک کمیسیون متشکل از قدرهای مصری که اونها باید چگونگی تحقق این اهداف یک نظام دیموکراتیک مر، اداره مرحله انتقالی در مصر ای همه چیزها ولی نهباید شما انقلاب مردم مصره بدون یک انقلاب بدون ادرس جلوه بتین اوجا کاملا یک ادرس وجود داره و چون این ادرس وارد مذاکرات شده شو یک و نیم تلویزیون تعقیب میکردم که مجلس نظامی مصر اونها دعوت کرد از جوانهایی که در میدان تحریر بودند که اونها با اونها وارد مذاکره شوه و اهدافشان حالا تاثیرات روی اصل خب سوال اگر با 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 تاثیرات با در منطقه به جواب, جواب, جواب سوالتان میگم که مصر از لحاظ موقعیت از لحاظ تاریخ از لحاظ تاثیرگذاری در جهان اسلام و در عرب بالخصوص کشوار است کی به شکل تلقایی اهد اه، تاثیرات اداره در بین مردمی جهان عرب شما که بعد از ذی کی آقای مبارک استعفای خودو پیش کرد به شکل تلقایی شما از محيط از از سمندری که ما برش میګیم تا خلیج عربی یا خلیج فارس اه، اه، شما دیدین که در همه کشورهای عربی یک احتفالات و و, و،, و خوشی بر انق... با کامیابی انقلاب مصر صورت گرفت یعنی این نسخه تس... قابل سرایت از بر تمام خبر میاد و باید وعا عزیز عزیز که بیشتر ببینید کشور ایران بسیار حمایت کرد از انقلاب مردم مصر آیت الله نه تنها ایران که بسیاری کشورها حمایت کردن اه... کشورهای اروپایی و آمریکا از زوایای مختلف. بله. مختلف, بله. مختلف, البته ایران از زاویه از اینکه وجه یک انقلاب اسلامی صورت میگیره و یک رژیم مخالف اسرائیل و امریکا با از این پایین حالا که 30 سال است که ایران مصر روابط الدبلوما틱 به ایران نظر ا ولی ما بر شمه یک موضوع را می خوایم بگویم که ایران چرا از حمایت میکنه ایران میخواد که چنين انقلابا در سعودی عربستان و میخواد که مصر که قیادت محور اعتدال در کشورهای عربی در مقابل سوریه که حلیف استراتیژی ایران اس ولبدان میکرد ایران از دست بتا ولی ما فکر میکنیم که چنين ارزو برآورده نه خاط شد اما ایران میخواد که چنين انقلاب در امارات و در سعودی نه در کشورهای دیگه اما از لحاظی ما بر شما پیش اشاره شارک که سعی است که پسماندگی های سیاسی در جامعه مصری وجود داشت در عرصه بندلی و در عرصه منطقوی که اسنی مبارک او را عاملش است اما گزار. مردم جنب. مصر محرک اساسی حالت اجتماعی سپاز. اقتصادی محرومیت های دیگه بود در سعودی در امارات شما محرومیت های دیگه را نمی بینید که مردم وادار بسازه به چونی جگر سلامت سودان شاید شاید مغرب شاید یمن اهداف بادی باشه شما آقای بیژن فکر میکنین که پس لرزه های انقلاب مصر کشورهای خاورمیانه را هم بگیره؟ هیچ گونه شک وجود نداره من در جریان صحبت تاکید کردم حوادث با توجه به تجربه که همه ما شما داریم از زندگی انسان ها در مرایل مختلف تاریخ حوادث در یک نقطه خلق میشه و بعدی را پیمایی میکنه من یقین کامل دارم که ماحول مصر یعنی اطراف مصر منطقه را و برخی از کشورهای اسلامی خیلی زود باید برسه این موج خیلی زود میرسه و امیدوار هستم تا اینجا برسه تا همه جایی که استبداد وجود داره او برسه اما یک نکته را من خلاف آنچه دوستا گفتن تاکید میکنم هیچ گونه برنامه در زمینه ای جنبش تا هنوز مطرح نشده از هیچ تریبیونی تا مطرح نشده اگر مطرح شده باشه او چی است شاید منش نشنیده باشم یا عاجز بودیم از درکش منظور من این که حسن مبارک بر کنار میشه این برنامه نیست اینکه یک جوان استاد میشه و از فقر ابراز خستگی میکنه این برنامه نیست آخر ما, ما میخوایم بگویم که یعنی شما خلاف آقای میگین آدرس ساعت. مشخصی نداره. نه به هیچ عنوان در ظرف 24 ساعت در قید زمان در چارچوب زمان یک برنامه توجیه پذیر عملی باید مطرح می شد که حسن مبارک برکنار شد هفته بعدی اینی برنامه است افته این مای بعدی اینی برنامه است و بالاخره ما در این زمان انتخابات با اینی میکانیزم یعنی با قانون موجود و یا به قانون جدید ما انتخابات ببینیم درد درد مشترک از در اونجا این این کسایی که در اون میدان جمع شدن همه ایش از یک نقطه رنج میبره از فقر، بزرد. از بیکاری، از بیادالتی، از استبداد رژیم حاکم اما اونا دیگه بیشتر چیز را نمیدانن آقای علیمی، شما فکر میکنید تاثیرات انقلاب مصر و کشورهای دیگر چه خواهد بود در کوتاه مدت، در چند روز دیگر؟ ما فکر میکنیم پیش از که ما فکر کنیم کشورهای همسایه خودشان فکر کرده آقای صالح رئیس جمهوری یمن میخواد به لحاظ شباهت هایی که میان نوعیت حکومت های کشورها پیش از که ما یا مردم ام کشورها در این فکر باشه حکام کشورها خوشبختانه این مسیج برشان رسید که امروز این یک مرض ساریس بر شما هم رس میرسه برای فردا ارای سالم میخذ جمهوری یمن از صلاحیتای سابقه خود استفا مېته او مېږي چې م م در انخابات په بعدیم نه ځم چې خود کاندید نمی‌کونم افراد از تنظیم وزیر ان شو آقای مبارک گفته بود چند روز بیشته منظور مې یست ټول شون به یم نتیجه رسیدن چې شاید بسیار نو وخت باشه چې زین العابدین وره بگوای چې فهمتکم معالفو میدم در او وخت فهمتکم و یی عجیب یک یک تاریخي از در مصر چې فرعون هم در اخیرین لحظه گفت کې بب موساوخ ام عرب د ممو اثتنتهسزم مرض ادنبقن ار بسیار زیاد انتظار کنیم در خلال یک هفته انا همی جوانا م ما ب... فرموده شما ر ا بن تاید میکنیم ک اگر ده نفر باشه در مجموع س ملیون نفر ار ده نفر باشه باز هم رهبریت ضرورت داره ول در خلال یک هفته انا شاید به نتیجه برسه ک رهبریت داشته باشه ول نقته مهم انها از چیز میترسیدن ک هر نو اصلاحات ا هر نو برنامه ار ما داشته باشم در راس نظام کس اس او تغیر نشو ما هیچ نو برنامه تطبیق کرده نمیتانیم نها تا, دی... تا پر شب نا به ا قین بودن ول پرشب اعلان شد اا مبارك به اا عمر سلهمان صلاحته خد تفیز ر باز فمیدن س هستن سر از امروز ی نوښت باید په برنامه کار شروع کرده باشه او در موردی رهبریتی امي تنظیم جوانا چی آقای عمر امر موسا باشه او چی آقای محمد برادی چیزی که ما مو جديدم محمد برادی بري چند روزي کې امي حرکت як فشار بته як شور بته استفاده کړ او محبوبیت کې در بهرون څرګندوي آقای محمد برادي در مصر نداره آقای امر موسی داره ولې وخت کې از دفتر خود برامد کې در حدود تقریبا 10 یا 15 متر به میدان تحریر فاصله داره از دفتر خود از جمعی دوله عربی برامد به میدان تحریر خودش او مردوم فکر نه کوي چې شاید یې مردوم د شانه ور داره او تسفیقونه بریشون اما درامد هیڅ کس سلام یې نه کوي ما متيقن استم چې ځوانان رهبری داره رهبری له جوړ کوله میتونه امید وار سم به کشور عزیز مصر که آینده خوب داشته باشه سپاسد. کشور بزرگ اسلامی است ما برش تمام خیر ارزو و آقای رسولی تا چه زمانی باید منتظر بود که انتخاباتی در مصر برگزار شود اگر کوتا بفرمایید ایره ما از اینجا جای تو پیش بینی کردن نمیتونیم ولی انقلابیون مصر و شورای نظامی حتما یک برنامه ای را که او هم نباید از چند ماه بیشتر باشه در راهی خواهند کرد و انتخابات های متعدد برگزار یعنی در کوتاه مدت پیش بین هستیم در کوتاه مدت ما فکر میکنم که یک کمیسیونی یا یک کمیته برای اصلاح قانون اساسی یا از نو نوشتن قانون اساسی دایر خواهند شد و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهند شد و در امیز زمان رهبری ظهور خواهند کرد و رهبری در جنبش های انقلابی از پیش وجود نداره بلکه از میان مردم ظهور میکنه و ای با وجود آمد من برای مردم مصر آرزوی روزها و سالهای بسیار نیک دارم با سپاس از تمامی مهمانان ما در این میز و سپاس از شما هم که تا این دم ما را همراهی فرمودید خداوند نگهدار شما باد